شما همراهان گرامی. پوپک هستم و از این به بعد قرار هر هفته با برنامه فرهنگ و هنر مهمون خونه هاتون باشم. توی این برنامه ما میخواییم در رابطه با تاریخ هنر، ماجراهای شنیدنی و جذاب زندگی هنرمندان، نویسندگان و کلن آثار ادبی و هنری با هم دیگه صحبت کنیم. با من همراه باشید برای برنامه امروز. دختری که به خودش قول داد مشهور بشه. یکی از محبوب‌ترین هنرمندان معاصر ژاپن و جهان، یایوی کوساما. اگه پیجای مد رو دنبال میکنین، احتمالاً کارای یایوی کوساما به چشمتون خورده. یه زن پیشرو و یه هنرمند آوانگارد. یکی از مشهورترین آرتیستای قرن ما. هنرمند خالها و نقطه ها. یایوی کوساما توی یه خانواده ثروتمند متولد شد که مزرعه کشاورزی داشتن و صاحب یه مهد کودک هم بودن. خانواده مرفه اما ناکارآمد برای دخترشون. یایوی توی دوران ابتدایی و مدرسه شروع به کشیدن نقاشی‌های از کدو تنبل کرد. اون آثار هنری رو خلق می‌کرد که توی توهمش می‌دید. توهماتی که هم بصری بودن و هم شنیداری. اما مادرش نه تنها از هنر و خلاقیتش حمایت نمی‌کرد، بلکه جوهرای رنگی و کاغذ رو ازش می‌گرفت و نمی‌ذاشت نقاشی کنه و بهش می‌گفت تو باید در آینده با یه آدم پولدار ازدواج کنی و نقاشی کردن مانع این کار میشه. همین باعث شد که وقتی یایو یکم بزرگتر شد از خانواده جدا بشه و با یه چمدون پر از طراحی و نقاشی راهی بشه به سمت نیویورک. اون میگه وقتی به نیویورک رسیدم به خودم قول دادم این شهر رو فتح خواهم کرد و واقعا هم این کارو کرد. به خاطر صلح در آینده و عشق به عنوان یک هنرمند برای این دنیا خواهم جنگید. بیایید با هم و کنار هم برای این دنیا بجنگید. یایوی کوساما زاده 1929 هنرمند معاصر ژاپنی است که عمدتاً در مجسمه‌سازی و اینستالیشن یا چیدمان کار می‌کند و همچنین در نقاشی، پرفورمنس، ویدیو آرت، مد، شعر، داستان و هنرهای دیگر فعال است. آثار او مبتنی بر کانسپچوال آرت یا هنر مفهومی است و برخی از ویژگی‌های فمینیسم، مینیمالیسم، سورئالیسم، پاپ آرت و اکسپرسیونیسم انتزاعی را نشان می‌دهد. هنر یایوی محتوای زندگی نامه‌ای، روانشناختی و جنسی دارد. او به عنوان یکی از مهمترین هنرمندان ژاپن و خارج از ژاپن، پرفروشترین هنرمند زن جهان و موفقترین هنرمند زنده جهان شناخته شده است. کارهای او بر آثار معاصرانش از جمله اندی وارهول و کلاس اولدنبرگ تأثیر گذاشت. کوساما در دانشگاه هنر شهر کیوتو به مدت یک سال در سبک نقاشی سنتی ژاپنی به نام نیهونگا آموزش دید. او از امپرسیونیسم انتزاعی آمریکایی الهام گرفت. در سال 1958 به شهر نیویورک نقل مکان کرد و در طول دهه 1960 بخشی از صحنه آوانگارد نیویورک بود، به ویژه در جنبش پاپ آرت.
او با استقبال از ظهور ضد فرهنگ هیپی در اواخر دهه 1960، هنگامی که مجموعه از پرفورمنس ها را سازماندهی کرد، مورد توجه عموم قرار گرفت که در آن شرکت کنندگان برهنه با نقاط پولکای رنگارنگ رنگامیزی شده بودند. کوساما از دهه 1950 به خلق آثار هنری در موزه های مختلف در سراسر جهان ادامه داده است. دستاوردهای یایوی کوساما به عنوان یه زن هنرمند کم نیست. اونم زنی که از یه پس‌زمینه سنتی و از بخش محافظه کار ژاپن در اوایل قرن بیستم اومده. اون موانع و سختی‌های زیادی پیش روش بوده، اما با انگیزه و اعتماد به نفسی که داشته و با کمک استعدادش تونسته یه هنرمند پیشرو و موفق بشه. هنرمندی که با کیمونو و از ژاپن اومده. در سال 1966 کوساما یکی از کارهای اسلاید خود را به نام واکینگ پیس ساخت. این اثر هنری هنرمند را در حال قدم زدن در نیویورک با یک کیمونوی صورتی رنگ ثبت می‌کند. در این اثر کوساما به طور خودآگاه از کیمونو استفاده می‌کند تا خود را به عنوان یک خارجی خلاق در وسط شهری غیر دوستانه و بیگانه قرار دهد. با این حال معمولاً در این دوره کوساما خود را با لباس‌های غربی نشان می‌داد که مکمل آثاری بود که او تولید می‌کرد. می‌توانیم ببینیم که چگونه سبک لباس پوشیدن او از کت و شلوارهای تک رنگ و لباس‌هایی که با نقاشی‌های مشکی و تک رنگش به تن می‌کرد به لباس‌هایی مثل کت و شلوار قرمز رنگی که در اینستالیشن قرمز و سفید خود پوشیده بود تغییر می‌کرد. او با وجود اینکه تمام عمر همیشه آوانگارد و پیشرو بود و با هنرمندان آوانگارد هم ارتباط زیادی داشت، اما هیچ وقت اجازه نمیداد دنیای هنر اصالت ژاپنی او را فراموش کند. یایوی کوساما زنی که پشت خالها و نقطه های تکراری و یکدان و بی نهایتش وایستاده میگه من خودم رو بدعتگذار دنیای هنر میدونم. الان یایوی کوساما بین پرفروشترین هنرمندان زن توی دنیا قرار داره و نقاشی های شبکه بی نهایتش Infinity Obsession از پرطرفدارترین آثارش هستن. یایوی کوساما با درست کردن نقاشی‌های تک رنگ در مقیاس بزرگ شروع کرد که خیلی زود مورد توجه منتقدان قرار گرفت. در دهه 1960 این هنرمند پرکار با تولید نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، اینستالیشن، مد و فیلم کارش را گسترش داد. در سال 1969 او کوساما انترپرایزز را تأسیس کرد، یک فروشگاه تجاری فروش لباس، کیف و حتی اتومبیل. این محصولات زیبایی منحصر به فرد او را به نمایش می‌گذارند که با استفاده آزادانه از نقطه‌های پولکا و الگوهای متراکم و تکرار شونده برای ایجاد حس بی‌نهایت مشخص می‌شوند. در سال 1973 کوساما به ژاپن بازگشت. دو سال بعد او برای درمان روان رنجوری و وسواس فکری خود وارد مرکز درمانی شد که تا به امروز در آن زندگی می کند. یایوی خودش در مورد سلامت روانش صحبت کرده است. او می گوید در یک مرکز بهداشت روان زندگی می کند که هر روز آن را ترک می کند تا به استودیوی مجاورش برود و کار کند. میگوید که هنر راهی برای بیان مشکلات روحیش شده، مشکلاتی که از کودکی همراه یایوی بوده. هنگامی که کوساما 10 ساله بود شروع به تجربه توهمات واضح کرد که او آنها را به عنوان درخشش نور، حاله یا میدانهای متراکم از نقطه توصیف میکند. این توهمات شامل گلهایی بود که با کوساما صحبت میکردند و الگوهای پارچه‌ای که به آن خیره می شد و برایش زنده می شدند، تکثیر می شدند و او را می بلعیدند یا محو می کردند.
یایویی مجذوب سنگ‌های سفید صافی بود که در بستر رودخانه در نزدیکی خانه خانوادگیش قرار داشتند که از آن به عنوان یکی دیگر از تأثیرات اصلی از تثبیت ماندگارش روی نقطه‌ها یاد می‌کند. یایوی کوساما وقتی به نیویورک رفت میخواست خودش یه جنبش هنری جدید رو شروع کنه. اون هیچ وقت به این فکر نکرد که به یه جنبش خاص تعلق داشته باشه و همیشه سبک خودش رو با عنوان هنر کوساما توصیف میکرد. حتی سبکی که توی مد پایه‌گذاری کرده منحصر به فرد و مخصوص به خودشه. زمانی که یایوی کوساما شرکت مد خود را راه اندازی کرد، لباس‌ها نه نقطه بلکه سوراخ‌هایی داشتند که به طور استراتژیک بر روی سینه یا باسن قرار می‌گرفتند. در دهه 1970 او لباس‌هایی طراحی کرد تا چندین نفر در آن واحد آنها را بپوشند. یایوی از کودکی لباس‌های خود را با خال تزیین می‌کرد. او میگوید یک روز داشتم به نقش‌های گل‌های قرمز سفره روی میز نگاه می‌کردم و وقتی سرم را بلند کردم دیدم همان الگوها سقف، پنجره‌ها، دیوارها و در نهایت تمام اتاق، بدنم و کیهان را پوشانده است. احساس می‌کردم که شروع به محو شدن کردم. در بی نهایت زمان و بی پایان بودن مکان می‌چرخم و به نیستی می‌رسم. متوجه شدم که واقعا اتفاق می افتد و نه فقط در تخیل من. ترسیدم. می دانستم باید فرار کنم تا تلسم گلهای سرخ از زندگیم محو شود. ناامیدانه از پله ها بالا دویدم. پله ها زیر پای من شروع به از هم پاشیدن کرد و من از پله ها پایین افتادم و مچ پایم پیچ خورد. یایویی کار خود را به عنوان هنر پزشکی توصیف می کند. نقاشی های شبکه بی نهایت که برای اولین بار مورد تحسین منتقدان او در نیویورک قرار گرفت از توهمات بصری سرچشمه می گیرد که او ادعا می کند از کودکی او را آزار می داده. یکی از پروژه های هنری کوساما Obliteration Room است. یک آپارتمان کاملا سفید که بازدید کنندگان آن را به دریایی از نقاط رنگارنگ تبدیل می کنند. یک اثر هنری تعاملی برای تمام سنین. به بازدید کنندگان یک ورقه از برچسب های رنگارنگ نقطه‌ای داده می شود تا به هر کجا که می خواهند بچسبانند. این کار علاوه بر این که بازنمایی افکار کوساماست، ارتباط با جهان هستی است. جهانی بی نهایت با تفاوت‌های بی‌شمار. سیاسی همیشه همراه یایوی کوساما بوده. بعضی از نقاشی‌های اولش به وحشت از جنگ مربوط میشن.
مثل خیلی از همنسلاش جنگ توی زندگیش رخ نکرده بوده. مثلا موقعی که یایوی 13 سالش بوده اونو برای کار به یک کارخونه نظامی فرستاده بودن و وظیفش دوخت و دوز و ساخت چتر نجات برای ارتش ژاپن بوده. به گفته خود یایوی کوساما او دوران نوجوانی خود را در تاریکی بسته گذرانده، اگرچه همیشه می توانسته هشدارهای حمله هوایی را بشنود. آثار مربوط به جنگ کوساما، تجمع اجساد و زمین‌انباشتگی که هر دو مربوط به سال 1950 هستند، مناظر تیره و تار جنگ زده را نشان می دهند که در آن حتی گیاهان برای زنده ماندن تلاش می کنند. جنگ روی ذهنش تأثیر گذاشته بود. در دهه 1960 در طول جنگ ویتنام کوساما تظاهراتی را در نیویورک برگزار کرد. اولین انفجار آناتومیک او با حضور رقصندگان برهنه در 15 اکتبر 1968 در مقابل بورس اوراق بهادار نیویورک رخ داد. در بیانیه ای مطبوعاتی این هنرمند گفته پول به دست آمده با این سهام باعث ادامه جنگ می شود. ما به این ابزار بیرحمانه و حریصانه تشکیلات جنگ اعتراض می کنیم. بعدها در بازگشت به ژاپن کوساما یک سری کلاژ ضد جنگ ساخت. این آثار جنگ، امواج جزر و مدی جنگ و قبرهای سربازان ناشناس تصاویری دلخراش از مجلات خبری را به نمایش می گذارند که با آبرنگ و پاستل پوشانده شدند. در سال 1995 کوساما به سفارش موزه هنرهای معاصر شهر هیروشیما پاسخ داد تا اثری جدید برای بزرگداشت قربانیان بمب اتمی تولید کند. این نقاشی خالی از رنگ است و در آن نوارهای عمودی موجدار انتزاعی سیاه و سفید را می‌بینیم که جنگلی از درختان مرده را نشان می‌دهد که همه با نقاط پلکای مشخص او پوشیده شده است. یایوی کوسامای 94 ساله این روزا به ندرت بدون کلاگیس قرمز و لباس خالدارش دیده میشه. اون بیشتر یه هنرمند آوانگارد به نظر میرسه تا یه زن سال خورده. جالب اینه که یایوی به بیماری روحی خودش احاطه داره و اونو به درستی مدیریت میکنه. اون از توهمات و تردیدها و موانعش استفاده میکنه و اونا رو با هوشمندی وارد کارش میکنه. کوساما همیشه پیشرو بوده و خودش هم اینو بارها اعلام کرده. اون باور داره آثارش بر اساس رمز و رازهای جهان ساخته شده و اشتیاقش برای صلح و شگفتی‌های جهان توی بیش از 500 اثرش دیده میشه. اون میگه زمانی خوشحال و قدردان خواهم بود که مخاطبان نگرش و برخورد منو با دنیا ببینن و بتونن به عشق و صلح توی آثار من پی ببرن. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. از این به بعد در خدمتتون هستم با معرفی هنرمندان و نویسندگان و آثار هنری و ادبی. بدرود.